بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خالق یکتا، سلام بر شما بیننده های عزیز، سلام بر شما شاگردان نهایت عزیز و گرانقدر. خدا کنه که همه شما جور صحتمند و سر حال بوده باشین. خب شاگردان نهایت عزیز، قسمی که بر همه شما معلوم است، ما از طریق یوتیوب چینل پوهنتون ما که لینکش در ویدیوها بر شما داده شده، شما مضامین مکتب را ببینین، بیننده باشین. اگر شما سوالاتی داشته باشین، پیشنهاداتی داشته باشین، از طریق کامنت ها با ما شریک بسازین، ما سوالات شما را دیده با سوالات شما جوابی را میکنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، قسمی که در درس گذشته ما خوانده بودیم کربوهیدرات ها را، که اینال میگیم کربوهیدرات ها یا قند ها چی هستند. میگیم کربوهیدرات ها یا قند ها مرکبات هستند که از ترکیب هیدروژن، اکسیژن و غیره چی شد تشکیل شود. با مرکبات گفته میشه که در ترکیبشان مرکبات کربن، هیدروژن و اکسیژن داشته باشد. فرمول عمومیشان چی است؟ گفتیم کربوهیدرات ها به نام هیدروژن کربنی نیز زیاد میشه، یا به نام هیدروژن کربن نیز یاد میشوند. فرمولشان عبارت است از CnH2n او می باشد. مانون دیگه چی گفتم؟ که قندها یا کربوهیدرات ها را گفتم عبارت از مرکباتی هستند که در ترکیبشان چی داشته باشند؟ کربن داشته باشند، هیدروژن داشته باشند، اکسیژن داشته باشند، یا هم اینمی مرکباتی یا کربوهیدرات ها را یا قند ها را به نام هیدروژن کربن نیست چی میکنن؟ یاد میکنن شاگردان نهایت عزیز. و فرمول عمومی قند ها چی است؟ CnH2n او است که اولین مرکبی از این اگر ما بگیریم به نام چی باشه؟ به نام C6 اگر داشته باشه، C6 H من چند میشه؟ 2 6 12 او N من چند است؟ او 6. ای چی است؟ گلوکوز است. گلوکوز است که اینمی چی است؟ اینمی مربوط به قند میشه شاگردان نهایت عزیز. گفتم گلوکوز ما چی است؟ C6H12O6 یا C6H12O6 که در اینجا 6 مشترک میگیره. رابطه دیگه شزی است که در اینجا اگر باشه C6 اینجا 6 بیرون مشترک بگیره، 12 تقسیم 6 دو مرتبه H2612 میشه. اینمی مرکب هم چی هسته؟ به نام گلوکوز یاد میشه که در کتاب بیان کرده. مثلا یا بوره چی هسته؟ بوره ما که هست مثلا لکتوز هسته، لکتوز، سکروز ما که هست عبارت از بوره هست. رابطه بوره چی هسته؟ C12H22 مثلا او 11 که مربوط به قند چند قیمته میشه؟ قند دو قیمته میشه. که حالی رابطه فقط قندهای دو قیمته هم نداریم، قندهای سه قیمته داریم، قندهای یک قیمته داریم که بنای مونو سکرات ها، دای سکرات ها، پولی سکرات ها یاد میشه که تمامش را چی میکنیم؟ بر شما بیان میکنیم شاگردان نهایت عزیز. خب شاگردان نهایت عزیز، میگه که فرمول که باعث شده بود تا تصور شد که این مرکبات کربن های آبدار هستند، کربوهیدرات های کربن دار اسمی نادرست دارند. یعنی کربن هایی که یا قند هایی که دارای کربن هستند و اکسیژن و هیدروژن ندارند چی هستند؟ اسم هایشان نادرست هستند، یعنی به نام اسم های خودشان نید. مثلا سکروز که به نام قند بوره یاد میشه، لکتوز است مثلا، فرکتوز است، مالتوز است و غیره که مربوط به انواع قیمت ها میشه شاگردان نهایت عزیز من. دیگه اگر به حیث مواد غذایی استفاده کنند، همچنان برای ساختن لوازم منزل، مثلا اگر ما خواسته باشیم میز بسازیم، چوکی بسازیم، آلماری بسازیم و غیره، چی کنیم؟ از کربوهیدرات های محصول عملیه ترکیب زیوی نباتات سبز که عملیه فتوسنتز زیاد میشه که قبلا بر شما بیان کرده بودم استفاده میکنیم شاگردان نهایت عزیز.
قسمی که بر شما مثال کار کردم که از ترکیب کربن دای اکساید امروی آب چی میشد؟ گلوکوز ما تولید میشد. یا بگیم قند برای تولید انرژی در بدن چی میشه؟ مصرف میشه. زمانی که ما ضعیف میشویم از قندها این سکروز را مثلا بوره باشه یا قند باشه داخل گلاس ها پرتین گونوشین آنمو دقیقا انرژیش را چی میکنه؟ نمایش میگذاره شما را تنومند میسوزه. اون دلیلش اینمی است که آنمو یک چی است یک مقدار انرژی بر بدن میتنه. قندها باعث میشه که انرژی در بدن چی شوه؟ زود تولید شوه. شاگردان نهایت عزیز، با نمو دلیل ما قانها را میخوند. مثلا گفتیم که اگر گلوکوز ما C6H12O6 ما چی کنه؟ کربن ما در موجودیت اکسیژن، کربن دای اکساید ما که تعامل میکرد چی را میساخت؟ کربن دای اکساید، کربن دای اکساید جمع چی میکرد؟ آب را میساخت و یک مقدار انرژی را چی میکرد؟ تولید میکرد. گفتیم زمانی که قندها در بدن مصرف میشه باعث میشه که در بدن چی بکنن؟ قندها را در بدن یک مقدار انرژی را تولید بکنن. باعث از این است که چی باشه؟ انرژیزا باشه، تولید انرژی بکنن. گفتم پیشتر بر شما که اگر شما مثلا یک گلاس چای بوره اگر نوش جان بکنین یا داخل آب جوش یک گلاس بوره پرتین، یک قاشق بوره پرتین، شربتین، اون را استفاده بکنین، با مجرد استفاده کردن اون مقدار بوره چی میکنین؟ دست بدن شما باعث قوی میشه، یعنی در بدن تحرک پیدا میشه، یعنی حس میکنین که قوی شده. اونم تاثیر اینمی است که مقدار انرژی است که از چی؟ از سوخت معنی از تجزیه مواد گلوکوز چی کرده در بدن؟ با وجود آمده. شاگردان نهایت هستید، اینجا گلوکوز ما که 6 مولکول کربن دای اکساید تعامل کرده 6 تا کربن دای اکساید میسازه، 6 مولکول آب را میسازه، آب را میسازه که این مربوط میشه به تعداد از قیمت ها. خب شاگردان نهایت عزیز، اینو میخونیم انواع کربوهیدرات ها که چی هستن. انواع کربوهیدرات ها یا انواع قند ها، گفتیم قند های یک قیمته، یا مونو سکرایز، قند های یک قیمته یا مونو سکرایز که گفتیم قند های یک قیمته یا مونو سکرایز ها که از کربوهیدرات هایی هستن که با کربوهیدرات های ساده تبدیل و هایدرولیز نمیشه. یعنی اینمی قندهای یک قیمته مربوط به هایدروکربن هایی هستن که هایدرولیز نمیشوند. یعنی ما نمیتونیم که چی کنیم؟ مرکبات قندی یعنی مونوساکارایدها را امرو با چی؟ امرو با هایدروژن هایدرولیز بکنیم که امکان نداره، چون قندهای ساده هستن. شاگردان نهایت عزیز، دیگه یا کربوهیدرات هایی که در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه. قسمی گفتیم کربوهیدرات ها امروی تیزاب های متعامل میکردن، اما اینجا چون یک مونوساکارایز است، یک قند ساده است، این همچنان با تیزاب های رقیق چی نمیکنه؟ وارد تعاملات کیمیایی نمیشه و رابطه کیمیایی را تولید نمیکنه. شاگردان نهایت عزیز، یا مثلا گلوکوز، فرکتوز، گلکتوز که عبارت از قندهای یک قیمته است که بر شما رابطه قندهای یک قیمته را گفتم که عبارت است از CnH2nO(N) فرمول عمومی قندهای یک قیمته است که مثلا اگر ای باشه C6H6O6 که چی است؟ گلوکوز است. مثلا دیگه عنصر ما داشته باشیم لکتوز، دیگه داشته باشیم فرکتوز که اینا مربوط به چی هستن؟ مربوط به قیمت چی هستن؟ مربوط به قندهای یک قیمت هست. شاگردان نهایت عزیز که تمامش را میخوانیم. خب شاگردان نهایت عزیز، گرانقدر ای بود کربوهیدرات ها یا قند ها که بر شما بیان کردیم. دیگه انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به 3 نوع تقسیم میشدن که عبارت بودند از قندهای یک قیمته مونوساکارایدز، قندهای دو قیمته دایساکارایدز، قندهای چند قیمته که میشد پلیساکارایدز. خب شاگردان نهایت عزیز، اگر شما سوالات و پیشنهادات داشته باشین از طریق یوتیوب چنل پانتون با ما شریک بسازین. ما سوالات شما را دیده، خوانده و سوالات و پیشنهادات شما پاسخ میدیم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم.